از خاک تا جلال. ما از این کلمات استفاده می کنیم تا کل گستره تاریخ کتاب مقدس رو داخل پرانتز بذاریم، چون هدف از مطالعه‌ای که امروز شروع می کنیم اینه که به طور مختصر یک نگاه اجمالی از کتاب مقدس به مردم بدیم. به نظرم در آغاز این موقعیت، وقتی خداوندمون با تمامی قدرت متمرکز جهنم مواجه شد، وقتی در بیابان یهودیه شیطان به سراغش اومد و میخواست اون رو به تباهی بکشه، و یادمونه که در این ملاقات عیسی به شیطان گفت انسان نه محض نانزیست میکند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. و به نظرم چیزی که ماهیت زندگی مسیح رو نشون میده شور و اشتیاقش برای اینه که دقیقاً این کار رو انجام بده. هر قدمی که برداشت، هر کلمه‌ای که گفت، هر کاری که کرد، همیشه با دیدی از اطاعت از هر کلمه‌ای بود که از دهان خدا صادر میشد. حالا یادمه، خب 30 چند سال پیش وقتی تدریس رو شروع کردم، وظیفه تدریس مقدمه عهد عتیق و بعد مقدمه عهد جدید به من داده شد و دانشجوها با هیجان و شادی زیاد پیش من می اومدن و می گفتند آه پروفسور اسپرال، تو کتاب مقدس رو برای من زنده می کنی. و من از یک طرف به لحاظ جسمانی خیلی از این تعریف و تمجید قدردانی می کردم، اما بخش دیگه ای از وجودم از این نوع نظرات مشوش می شد و معمولاً به دانشجوهایی که خیلی هیجان زده بودند می گفتم خیلی خوشحالم که اینطوری به آغاز سفرشون برای مطالعه کتاب مقدس واکنش نشون می دن. اما بهشون می گفتم ببینید، من نمی تونم کتاب مقدس رو زنده کنم، چون من نمی تونم چیزی رو که زنده هست زنده کنم. کتاب مقدس مشکلی نداره. چیزی که شما در این جام بخشی و هیجان من متوجه میشید واکنش من به کتاب مقدسه. خیلی بهتره که بگید کتاب مقدس من رو زنده میکنه، به جای اینکه من کتاب مقدس رو زنده میکنم. حالا امروز اینجا در این محیط همه این کتاب مقدس هایی رو میبینیم که در قفسه کتاب ها پخش شدن و شکل‌ها و اندازه‌ها، نسخه‌ها و ویرایش‌های مختلف رو می‌بینیم و به ندرت می‌تونیم توی این کشور خونه‌ای رو پیدا کنیم که حداقل یک نسخه کتاب مقدس توی قفسه کتاب‌هاشون نباشه. و ما درباره ماهیت کتاب مقدس صحبت کردیم و مباحثی درباره اقتدار و الهام و مسئول از خطا بودن اون داشتیم، اینکه چطور تفسیرش کنیم و این جور چیزها. اما عزیزان، بحران بزرگ زمان ما بحران غفلت از محتوای این کتابه. برامون فایده این نداره که دیدگاه‌های والایی در مورد کتاب مقدس داشته باشیم، اما ندونیم در صفحات مقدسش چی هست. و من میدونم خیلی از مسیحیان در آغاز سفر مسیحیشون با عزم و اراده راسخ شروع میکنند و میگن من کتاب مقدس رو از اول تا آخر میخونم. من با گروهایی در همه جا صحبت کردم و از مردم میپرسم چند نفر از شما کتاب پیدایش رو خوندید؟ اکثر دستها بالا میره و بعد میگن خب خروج چطور؟ و دستشون رو بلند میکنند. لاویان دستها پایین میره و اعداد و تثنیه دستها کمتر میشه و به من نگاه میکنند و میگن من نمیتونم عهد عتیق رو درک کنم. جزئیاتش برای من خیلی عجیبه، خیلی بیگانه هست و الی آخر. اما کل کتاب مقدس توسط خدا برای تعلیم، تأدیب و اصلاح به ما داده شده. و در گذشته متوجه شدم که اگه با بررسی گسترده و وسیع موضوعات اصلی کتاب مقدس شروع کنیم، این قلابی رو به ما میده که کلاهمون رو روی اون آویزون کنیم و بعد بهشون برگردیم و به هر یکی از کتاب‌های کتاب مقدس بپردازیم و نهایتاً به هر آیه از کتاب مقدس و الی آخر. پس امیدوارم در این زمان کوتاهی که با هم داریم آتشی در همه ما شعله‌ور بشه که عزم و ارادهمون رو تازه کنیم و محتوای کتاب مقدس رو درک کنیم.
پس با گفتن این مطلب بیایید مطالعه‌مون رو از صفحه 1 شروع کنیم. باب اول. در اولین کتاب پیدایش از آیه 1 بیایید در حالی که به تعلیم این متن می‌پردازیم نگاهی به اون بندازیم. در صفحه اول کتاب مقدس این کلمات رو می‌خونیم. در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. این اولین اعلان و اعلام در کتاب مقدسه و در جمله اول سه کلمه هست که به نظرم اگه میخوایم به خوبی کل تاریخ نجات رو از خاک تا جلال درک کنیم این برای ما بسیار مهمه و در واقع این سه کلمه اینه: ابتدا، خدا آفرید. چون ما در این سه کلمه اعترافات مرکزی مسیحیت کتاب مقدسی رو داریم که مسیحیت رو از شکل‌های مختلف انکار وجود خدا، انواع طبیعت‌گرایی، انواع دنیاگرایی، انسانگرایی، هستی‌گرایی و بسیاری از گرایش‌های دیگه که با ایمان مسیحی رقابت می‌کنن تا مردم زمان ما را به خودشون نزدیک کنن جدا می‌کنه. میشه گفت بحث برانگیزترین اعلان در کل کتاب مقدس همین اولین اعلان هست، اینکه در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. این مباحثه خیلی زود شروع میشه، با اولین کلمه شروع میشه، ابتدا. چون چیزی که اینجا در این اعلان قطعی اظهار شده چیزیه که کتاب پیدایش اسمش رو از اون میگیره، چیزی که تولید شده، چیزی که پیدایش داره، چیزی که آشکارا آغازی داره، یک نقطه آغاز در زمان. و وقتی درباره پیشرفت تاریخ نجات از خاک تا جلال صحبت می‌کنیم، این اعلان رو بیان می‌کنیم که این برای درک کامل ما از خودمون به عنوان انسان و مفهوم زندگیمون و کاری که باید در این دنیا بکنیم یک امر اساسیه. ما میگیم چیزی به عنوان تاریخ هست و این تاریخ یک نقطه آغاز در زمان داره و این زمان خودش یک آغاز داره. حالا شاید این چیزی باشه که قدرش رو ندونیم، اما در نظام‌های فلسفی رقابت کننده در فرهنگ امروز ما قدرش رو میدونند. من به قرن 19 و فلسفه فردریک نیچه فکر میکنم که به خاطر اعلانش درباره مرگ خدا معروفه. خب نیچه در اوایل مطالعات فلسفیش، در واقع وقتی دانشجو بود و پایان نامه دکتراش رو مینوشت، به تعارض نظریاتی که قبلا در دنیای یونان باستان ایجاد شده بود نگاه کرد و دیدگاهی را برای زمان خودش بازیابی کرد که اسم او را اسطوره بازگشت ابدی گذاشت. ایده ای که ریشه اون در فلسفه یونان باستان بود، اینکه جهان آغازی نداره، نقطه شروعی نداره، بلکه جهان و همه چیزهای اون اساساً ابدیه و همه چیز بدون آغاز و پایان میچرخه. این مطلب در یکی از مهمترین بخش‌های متن عهد عتیق ثبت یا خلاصه شده. مثلا کتاب جامعه به تصویر کافران درباره شک‌گرایی اشاره می‌کنه که به این ایده مربوطه. جایی که خورشید غروب می‌کنه. و همینگوی اون رو برای عنوان کتابش به آریه گرفت. خورشید طلوع هم می‌کنه. و بعد خورشید غروب میکنه و بعد طلوع میکنه، غروب میکنه، طلوع میکنه. و شما این دیدگاه چرخه‌ای رو میبینید و به این نتیجه میرسید که هیچ آغاز هدفمندی نیست، هیچ نقطه پایان خاصی برای تاریخ بشر یا تاریخ طبیعی نیست و نتیجه بیهودگی و بتالته. همه چیز بتالته، چون به لحاظ کیهانی در دام حرکت در این چرخه ها گرفتار شدیم و در واقع
به جایی نمی رسیم. اما در همون ابتدای کتاب مقدس این اعلان قطعی که آغازی هست دیده میشه، زمانی که جهان وجود نداشت. حالا ما میدونیم که حتی در نظریه‌های مدرن کیهانشناسی بحث زیادی درباره این هست که جهان چطور به این قالب و ساختار کنونی رسید. بحث‌هایی بین دیدگاه‌های پایدار کیهانشناسی و جهان در حال گسترش و کیهانشناسی بیگ بنگ و همه اینها هست. اما امروز این اتفاق نظر هست که نقطه ای در زمان بود. حدس میزنند که 15 تا 18 میلیارد سال پیش بود، وقتی یک دفعه این انفجار بزرگ اتفاق افتاد. همه این مواد و انرژی کنونی به اون لحظه کوتاهی برمیگرده که نقطه تکینگی نامیده شده و بعد در یک سه‌شنبه بعد از ظهر منفجر شد و نتایج این انفجار هنوز در سراسر فضای بیرونی منعکس شده. و اگرچه در بسیاری از موارد مردم دوست ندارن درباره اینکه قبل از اون چی بود حدس و گمانهایی داشته باشند، حداقل این ایده رو میرسونه که آغازی بود. و اگه آغازی برای این دنیا بود، سوال مشخصی که نقطه تمرکز اصلی مباحثه و مناظره میشه اینه که این چطور شروع شد؟ چی اون رو شروع کرد؟ اگه همه چیز در جایگاه نظم خالص به طور ابدی بود، همه ی مواد، انرژی فشرده و متراکم در این نقطه خیلی کوچک تکینگی و جایگاه ابدی اینرسی بود، چرا حرکت کرد؟ شما قانون اینرسی رو میدونید. چیزهایی که ساکنن معمولاً ساکن میمونن تا زمانی که چی؟ یک نیروی بیرونی کاری بکنه. چیزهایی که در حرکتند معمولاً در حرکت میمونند تا زمانی که یک نیروی بیرونی کاری روی اون انجام بده. و کیهانشناسانی مثل جس رو میگن شاید وقتی دانشمندان امروز به قله یا نوک کوهی که دارن از اون بالا میرن برسن، الهیدانان رو اونجا ببینن که قبلا رسیدن و دور چادر منتظرشون هستند تا بهشون بگن باید یک نیروی بیرونی باشه که چیزی بتونه عوض بشه، حرکت کنه یا به وجود بیاد. چون چیزی که فارغ از کار کتاب مقدس ازش مطمئن هستیم اینه که اگه زمانی بوده که هیچ چیزی نباشه، الان هم هیچ چیزی نمیتونست باشه و حتی گفتنش هم درست، چون نمیتونید بگید چیزی نمی بود، چون هیچ چیز هیچ وجودی نداره. و اصطلاح در واقع هیچ بودن با خودش در تناقضه. اینطور نیست؟ اما اینجا این ایده هست که یک فرق اساسی بین همه موجودات، بین همه چیزهایی که بخشی از این جهان فانی و موقته وجود داره و اون بانیه. برای همین مسیحیت صرفاً نمیگه در ابتدا، بلکه میگه در ابتدا خدا در این مقطع هیچ بحثی برای وجود خدا نیست. تنها چیزی که در صفحه اول کتاب مقدس داریم این اعلان برجسته هست که خدا بانیه همه چیزهای موجوده. در ابتدا خدا. اگه آغازی برای هر چیزی هست، چیزی که زمان آغازی داره باید چیزی قبل از اون باشه، وگرنه به وجود نمی اومد. این صرفاً روش دیگه ای برای بیان چیزیه که یک لحظه پیش گفتم. اگه زمانی هیچ چیزی نبود، احتمالاً الان هم هیچ چیزی نمی بود. خب حالا اینجا در کتاب مقدس درباره آغاز فضا و زمان صحبت می‌کنیم، آغاز جهان مخلوقات. اما برای اینکه جهان مخلوقات آغازی داشته باشه، باید چیزی باشه که فوق و فراتر از جهان مخلوقات باشه، چیزی که هیچ آغازی نداره.
چیزی که به تنهایی ابدی و قائم به ذاته، چیزی که در خودش قدرت وجود داره و این بخشی از تاییدیه اساسی اولین اعلان کتاب مقدسه، اعلام واقعیت وجود خدا. حالا من یک لحظه دیگه به این کلمه برمیگردم، اما بیایید به سراغ بعدی بریم. در ابتدا خدا کاری میکنه. در باب اول پیدایش فقط درباره وجود محض خدا به ما گفته نشده، بلکه کتاب پیدایش خدا رو در عمل معرفی میکنه. خدا کاری میکنه و کاری که اینجا میکنه با شکوه ترین و فوق‌العاده ترین کاریه که تا حالا به لحاظ عملی انجام شده و اون خلقت جهانه. میدونم ما از کلمه خلق کردن به طور استعاره ای استفاده میکنیم. من دوست دارم در کنار کارم کارهای هنری بکنم. دوست دارم پیانو بزنم. راستش رو بگم کارم خوب نیست و به طور آماتور نقاشی میکنم و کتابهایی رو در این مورد میخونم و اونها درباره خلاقیت ذاتی موسیقیدانها یا هنرمندان صحبت میکنند و برای من جالبه که پالتم رو بردارم، چند تا تیوب کوچیک رنگ بردارم و اونها رو پخش کنم. مثل بچه‌ای که با گل بازی میکنه این رنگها رو با هم قاطی میکنم و روی بوم امتحان میکنم و بهش نگاه میکنم و فکر میکنم این خیلی خوب به نظر نمیرسه و عوضش میکنم و ما به این میگیم خلاقیت. اما در واقع اینجا به لحاظ کتاب مقدسی هیچ خلاقیتی نیست. من فقط مواد موجود رو بر میدارم و شکل میدم و حالت میدم و قاطی میکنم و روی بوم میذارم. پس هر خلاقیتی که هنرمند داره یک خلاقیت غیر مستقیمه. خلاقیت در چارچوب نوعی واسطه. اما دیدگاه کتاب مقدسی خیلی تکان دهنده تر از اینه، چون دیدگاه کتاب مقدسی عمل خلقت رو نشون میده که هیچ واسطه ای نداره. مثل این نیست که 15 تا 18 میلیارد سال پیش خدا با قلمو و پالتش اومد پایین و رنگهاش رو قاطی کرد و شکل و حالت داد و نقاشی کرد و تصویری ساخت. نه، هیچ نقاشی نبود، هیچ قلموی نبود، هیچ پالت و بومی نبود. پس در الهیات کتاب مقدسی وقتی سعی می‌کنیم گزارش کتاب مقدسی خلقت رو درک کنیم، این مفهوم رو به دست میاریم، اینکه خدا اکس نیهیلو خلق می‌کنه، یعنی از هیچ، یعنی هیچ ماده‌ای از قبل نبود که شکل و حالت بده و تنظیم کنه، بلکه چیزی که وجود داره از طریق عمل قدرتی که فقط خدا داره به وجود میاد. همونطور که عهد جدید در نوشته‌های پولس رسول اشاره می‌کنه که فقط خدا قدرت داره از مرگ، حیات و از هیچ چیز چیزی به وجود بیاره. حالا اون چطور این کار را کرد؟ دوباره به نظرم خیلی ارزشمنده که حرکت اجسام نجومی رو دنبال کنیم. حدس بزنیم که وقتی گازها و عناصر گوناگون با هم برخورد می کنند و ترکیب می شن چه اتفاقی می افته و دریاها چطور شکل می گیرند و گلها چطور رشد می کنند. به نظرم مطالعه عالم طبیعی خیلی ارزشمنده. خدا ما رو به انجام این کار فرا خونده، اما هیچ میزان از مطالعاتی که طرح‌های پیچیده و کارهای نیروهای طبیعی رو توصیف میکنه نمیتونه پاسخگو باشه. این کار برتره، نه فقط طبیعی بلکه فوق طبیعیه، که ما رو به جایی فوق و فراتر از صحنه تئاتر طبیعت میبره. ما رو به آغاز طبیعت میبره، به بانی طبیعت، کسی که از
هیچ هستی را خلق میکنه. و دوباره کتاب مقدس یک توصیف علمی به ما نمیده که او چطور این کار رو میکنه. تنها چیزی که در پیدایش درباره حالت خلقت خدا به ما گفته شده اینه که او با اعلام کلامش خلق میکنه. سنت اگوستین این رو امر الهی نامید. امر الهی یا فیات الهی، این رو با ماشین کوچک ایتالیایی اشتباه نگیرید. امر الهی صرفاً به تعالی و شکوه فرمان مقدس خدا اشاره میکنه، جایی که او بر نیستی اعلام میکنه و میگه بشود و با قدرت محض فرمان کسی که از ازل قدرت وجود رو در خودش داره جهان شروع میشه. بیاید یک لحظه به سرعت به این متن نگاه کنیم. در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین توهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آب ها را فرو گرفت. اینجا در آیه 2 از پیدایش یک توصیف زنده از جهان بی نظم بدون ساختار، در واقع خلق نشده، به ما داده شده که با 3 چیز منفی اساسی توصیف شده: بیشکلی، توهی بودن و تاریکی. اگه ببینید که این 3 کلمه چطور در تصویر فرهنگ‌های باستانی به کار رفته، این 3 اصطلاح معمولاً ترکیب میشن تا 3 ایده بسیار تهدید کننده برای وجود و مفهوم بشر رو در بر بگیره و نشون بده. بیشکلی واقعاً غیر قابل تصوره، چون بیشکلی مطلق هرج و مرج مطلقه و حتی نمیتونید بدون ایده ای از شکل و قالب هرج و مرج رو تشخیص بدید. توهی بودن، ما چطور این اصطلاح رو برای توصیف بدترین احساسی که در وجود خودمون داریم به کار میبریم وقتی احساس ترس یا تنهایی میکنیم و میگیم زندگیمون توهی و خالیه؟ نه فقط یک خونه خالی، تخت خالی، گاراژ خالی، بلکه یک جهان خالی رو تصور کنید. بی شکله، هیچی نیست، تاریکی. و تاریکی به تنهایی یک اصطلاح کاملا منفی هست، چون تاریکی حضور یک چیز نیست، بلکه غیاب یک چیزه، غیاب نور. پس تنها چیزی که در این تصویر داریم در واقع نیستی، بی شکلی، توهی بودن و تاریکیه. و در آیه 3 از یک نماینده جدید نام برده شده و روح خدا سطح بایر، عمق این تاریکی توهی و نیستی رو فرو گرفت و بعد برای اولین بار صدای خدا رو میشنویم و خدا میگه روشنایی بشود. بلا فاصله نور وارد جهان میشه، بر تاریکی میتابه، تاریکی رو مغلوب میکنه، جاهای خالی رو پر میکنه و برای خدا ساختاری فراهم میکنه که جهانش رو با آبها و درختان و گیاهان و حیوانات و نهایتاً با انسانها شکل بده.
اما واقعیتی که هر لحظه از حیاتمون باهاش زندگی میکنیم توجیه ناپذیره، مگر اینکه کسی به نوعی در جایی بگه بشود و با قدرت و نیروی این فرمان نور بیاد و دنیا شروع بشه و محیطی برای خدا برقرار بشه که دستش رو در خاک ببره و مخلوقی رو برای جلالش مهیا کنه.